بچه ها سلام، وقت بخیر. من میخوام توی این جلسه بیام و به صورت عملی یه میکروی AVR رو بذارم روی برد بورد. یه الان میکرو کنترولر AVR هست، ایتیمگا 32 هست. اینو من اینجا جا میذارم توی این برد بورده. خب حالا فرق نمیکنه، یه خونه این برتر اون برترش. خب این الان جا رفتش، میکرو کنترولره جا رفت. بعد از کنم به حضورتون که الان ببینید ایتیمگا 32 ال هست، این الان خونه های این برد برده هست. من همینجوری که قبلا گفتم این پایه های پروگرامر رو بعد بیام بزنم به پایه های میکرو کنترولر. اینجا این پروگرامر منه، فقط این شیاره رو هم باید دقت کنه دیگه. اینجا یه شیار داره، اینجا یه شیاره، این شیاره دقیقا با این ور یکیه دیگه، با این شیاره یکیه. یعنی پایه یک اینجا این میشه موسی. اینو که هیچی، ریسیت استیکا میزو یه وی سی سی یه جی ان دی. این اینا هم بعضی وقتا ممکنه جی ان دی نباشه، این دو و ده این دوتا جی ان دی هم. خب پس من اینا رو باید وصل کنم. پایه شماره اول رو من میزنم، یعنی اینو، این سیمه رو اینجا جا زدم، سیمه ماده به نره، این ورش نریه. خب اینم پایه های ای وی آره هست. پیدا میکنم موسی کدومه، اینه این میشه موسی، پایه شیششه. خب اگر این شیاره رو دقت کنید، این شیاره که اینجا هست، این پایه یکه، این دوه، این سه، چهار، پنج، شیش، این میشه پایه شیش. اینو جا میدنم، موسیش الان وصل شد، خود پایه شیش. بعدی ریسته، یعنی گرانده سه که چی، پنج، پنج ریسته. میام اینجا، این نه این، این میشه ریست. اینو جا میزنم، خب این الان جا خورد، این جا خورد. ریست اینجا رو هم میبینم، شیش، هفت، هشت، نه. اینجا هم شیش بود، این میشه هفت، هشت، و اینجا هم اینم میشه نه. اینم جا میزنم، اینم پایه 9 شده. بعدی استیکا هست، استیکا این میشه دیگه، اینو جا میزنم، میام رو دیتا شیت. استیکا میشه پایه 8، یعنی بغل این 9 هست، این میشه 8. اینجا جا میذارمش، اینم استیکا. بعدیش میسو، پایه شماره 9، یعنی میشه کجا، میشه این، اینم جا میزنم و میام ببینم میسو کدومه. میسو میشه پایه 7، یعنی بین اینا میشه دیگه، این اینجا میشه، یعنی این بدمش کنار بکنید ببینم اینجا، اینم الان اینجا جا میزنم. چه سفته. خب اینجا رم الان چهار تا پایش رو زدم، این چارت های این ور زدم، یه وی سی سی و یه گراند میمونه. وی سی سی که این اولیه بود، این بودش. خب اینو جا زدم، میام سراغ وی سی سی. اینجا پایه شماره 9 بود، بعد 10 میشه وی سی سی، میزنم به این 10. این هم وی سی سی، و در نهایت پایه جی ان دی رو داریم. یه سیم کم دارم، بذارید اینا، اینه یه سیم دیگه بیارم. خب اینم جی ان دی، این اولیه بود دیگه، این بودش. این ستای وسطش هم که گفتم خالیه، این کمی زومش کنه، آها این ستا هم خالیه. میام اینجا جی ان دی هم، جی ان دی هم ندیدیم، جی ان دی هم میشه پای 11. پای 11 هم وصل میکنه، ببینید. پس الان از پروگرامر به اینا زدن، خود پروگرامر هم 5 ولت میده به این ای وی آره، خود این 5 ولتشو میده به این دیگه، نیازی به رگولاتور نداری، از خود پروگرامر تغذیه میکنه. این روش به درد موقعی میخوره که زیاد آمپر نخواد بکشه. حالا یه دونه از پایه ها رو مثلا ما استفاده میکنیم، مثلا همین پایه PD2، PD2 بودش که توی آردوینو هم استفاده کردیم، اینو استفاده میکنیم.
این همون مقاومت 560 اوهمیه است. این قفلش کنه خوب نشون بده. سبز آبی و قهوه‌ای 560 اوهمه. خب من اینو میذارم رو پایه پی دی دو. بعد این دوتا پایه کریستاله، چون ما از نوسانساز داخلی استفاده میکنیم این دوتا رو آزاد میذاریم، یعنی 1 2 3 4 5 تا پایه باید بیان پایین. میشمرم 1 2 3 4 5، اینو میذارم تو این سوراخ، 5 تا سوراخ اومدم پایین. خب اینا رو یکی از خونه ها جا میزنیم. میمونه این پای بلندتر آنوده، آنود رو اینجا میذارم، اون ورشم کاتوده، این ورشم بیا توی یکی از خونه ها و در نهایت این باید بخوره به جی ان دی. یه سیم دو سر نر میارن اینجوری اینجوری، یه طرفش بخوره به اینجا، یه طرفش هم به همون پایه 11 بخوره که چی بود؟ جی ان دی بود. به اینجا بخوره، اون طرفش هم خورده به جی ان دی. حالا بعد یه برنامه ای رو روی این بریزیم که بیاد اینو راه بندازه. خب من الان سیم کابل یو اس بی پروگرامر رو وصل میکنم، این سیستم هم صدا داد. خب الان میتونم برنامه رو روی این بریزم. فقط یه لحظه صبر کنید اینو من بیارم این جلو. این برنامه رو من الان یه لحظه اجازه بدید الان روی این میریزم. خب بعد برای برنامه ریزی هم از نرم افزار چیز استفاده میکنم، خزاما، نرم افزار خزاما استفاده میکنم. این خزاما ای وی آر این یه برنامه ای هست که برای همین کار استفاده میشه، ولی مثلا میشه پروگ آی اس پی و نمیدونم از این هم میشه استفاده کرد. خب این از این کامپایل شد، فقط میمونه این که من خزامه رو بیارم. یه لحظه اجازه بدید خزامه رو من رانش کنم. که این برنامه رو داخل این برده بریزم ببینیم خدا چی میخواد دیگه. خب فکر کنم این درست شد. پروگرام من اول ایریزش کنم، ایریز شد. میزنم الان پروگرام بشه ببینیم چی میشه. پروگرام شد و چیزم گفت اوکی هم داد، یعنی الان داره کار میکنه. از دورم نشون بدم این سیمای پروگرامر اومده خورده به چی؟ به این برد برده، به این برد برده خورده. این سیمای پروگرامر اومده خورده به این. اینم الان داره کار میکنه، LED داره روشن خاموش میشه. حالا اگر من توی برنامه بیام سرعت چشمک زدن رو تغییر بدم چی میشه؟ یه بار دیگه رانش کنم، بعد اینو بهش بدیم، یه بار ایریز بشه دوباره پروگرام شه. ببینید که سرعتش چی شد؟ بیشتر شد. یعنی اینجوری هم میتونیم کار کنیم، اصلا دیگه نیازی به هیچ تغذیه دیگه هم نداره. فقط یه نکته هم بگم، این ورشم یه جی ان دی و ای وی سی سی هست اینجا دیگه، من این دوتا رو وصل نکردم، ولی خب درستش این بود این دوتا هم وصل بشه، چون ممکنه تو پورت آ تو عمل کرده این قسمت مشکل ایجاد بکنه. اینم از این. بعد حالا بریم تا ادامه بدیم دیگه، فعلا تا اینجا کافیه این قسمت. من دوباره برمیگردم توی کامپیوتر، از توی کامپیوترم طریقه کار رو توضیح میدم. این شد از بستن عملیش که شما هم بلد باشید. حالا از تو کامپیوتر بریم ببینیم. در ادامه ویدیوها من نحوه بستن عملیشو خدمت شما نشون دادم. حالا اینجا من یه بار دیگه پروگرامه رو وصل میکنم به کامپیوتر، میام سراغ برنامه خزاما، خزاما ای وی آر پروگرامر. اینو که اجرا کنم
تراشم رو انتخاب میکنم، ایتی مگا 32. اینجا یه قسمتی داره فیوز بیت هست، فیوز بیت. فیوز بیت ها رو که بزنم اول یه رید میزنم، خب فیوز بیت هاشو میخونه. فیوز بیت ها برای تنظیمات داخلی در واقع ای وی آر به کار میره. اینو فقط میذاریم روی 8 مگاهرتز اینترنال، آی ان تی یعنی اینترنال، اینترنال آر سی اوسیلاتور، نوسانساز آر سی داخلی. حالا بعضیا به اشتباه میگن کریستال داخلی، در حالی که اسم درسته چیه؟ نوسانساز آر سی داخلیه. چند حالت داره اینترنال ها؟ 1 مگاهرتز داخلی، 2 مگاهرتز، 4 مگاهرتز و 8 مگاهرتز. حالا چرا 3 تا 8 مگاهرتز هست؟ زمان شروع به کارش فرق داره. مثلا در این حالت به محض اتصال برق شروع به کار میکنه. در این حالت 4 میلی ثانیه بعد از اتصال برق شروع به کار میکنه و این حالت 64 میلی ثانیه بعد از اتصال برق هست. چرا این کارو میکنن؟ این تا 64 میلی ثانیه ریست میمونه، اگر ولتاژ 90 ثانی هم شد اشکال ایجاد نکنه، که همین حالت آخر انتخاب شده. بعد رو بعضی از این پروگرامرها یه USB ASB کلید داره، AVR نو که بذارید پیشفرض 1 مگاهرتز داخلیه، بعد اون کلیده رو بزنید که این درست بشه. این از این. حالا اگه رایت بزنیم این فیوز بیت ها رو دوباره می نویسه توی AVR، دوباره یه رید بزنیم میره میخونه نشون میده. خب پس من اینو میبندم، این الان اوکیه. فیوز بیت ها رو دیگه لازم نیست هر دفعه پروگرام کنید، یه بار پروگرام کنید دیگه کافیه تا دفعه بعدی اگه خواستید عوضش کنید. پس دیگه من بهش دست نمیزنم. این تخت پاک کنه این میکرو رو ایریز میکنه. یس ایریز شد. اینم بزنم فایل هگز رو بهش میدم، فایل هگزی که میخوام برنامه ریزی بشه، اینو بهش میدم و با این گزینه برنامه رو میریزه توی میکرو کنترولر و به همین راحتی. اما برنامه های دیگه هم هست که بعضی ها ازش استفاده میکنن، مثلا مثل چی؟ پروگ آی اس بی. اینم بزنه دیگه این روی صفحه نمیمونه میره. یه برنامه هست، حالا من چجوری پیداش کنم، پروگ آی اس بی. اینها اینه پروگ آی اس بی. اینم یه برنامه دیگه است، حالا ورژن های مختلفی داره، مثلا پروگ آی اس بی ورژن 17. خب بذارید من با وینرر بازش کنم. اینجا یه فولدر الکی حالا درست کنیم، دستم اشتباه خورد، یه فولدر بسازیم اینا رو بندازیم این تو. خب اینو اجرا میکنم پروگ آی اس بی رو. چی شد؟ ها اومد. این پروگ آی اس بیه. تراشم رو انتخاب میکنم، ایتی مگا 32. پروگرامرم هم که اینه دیگه، USB ASB. بعد اینجا فقط اوتو رو نزنید دیگه، اوتو رو نزنید مگه اینکه این تیکا رو درست زده باشید. میگیم تراشه رو ایریز کن، فلش رو برنامه ریزی کن. این وریفای هم یه بار میاد برنامه داخل فلش رو میخونه، با فایل هگز مقایسه میکنه ببینه آیا درست هست یا نه. دیگه چیزای دیگر رو تیک نزنید، دیگه تیک نزنید، مثلا فیوز بیتا رو، لاک بیتا اینا رو پروگرام کنه. حالا اینجا من میام لود میزنم و میام تو همین فولدر فول، کجا رو این کده بودش، این کده رو من باید بهش بدم، این هگز رو بهش دادم. حالا اگر اینو بزنیم اوتورا این باید کار کنه. اوتورا میزنیم، این الان انجام داد. بزنیم ایریز بزنم، آره ایریز زدم پاک شد. اوتو بزنیم این برنامه ریزی میشه. با این هم پس اینجوری میتونید کار کنید.
بعد دیگه چی؟ فیوز بیتاش. فیوز بیتاش بذارید ببینیم کجا رفت. فیوز بیتاش اینجاه بکنم. آره نه، فیوز بیتاشو کجا برده اینها؟ نه این که نیست. میخوایم ببینیم رید فیوز، رید فیوز داره این ساینیچر اون شناسه آی سی رو میخونه، میگه مثلا آی سی درسته یا درست نیست این مدلی که ما انتخاب کردیم. فیوز بیتا بکنم اینو بعد بزرگ کنیم تا ببینیمش اینجوریه. آها اینجاه توش سه نقطه بردنش. آها اینجا هم اگر رید بزنی فیوز بیتا رو میخونه. الان اینجوری طبقه بندی شده فیوز بیتا. بعدیش اینه که این روش ما نمیتونیم الان راحت ببینیم مثلا 8 مگ داخلی چه عددهایی رو باید تغییر بدیم، اما تو این خزامه تو این ما راحت میتونستیم بصری ببینیم 8 مگ داخلی مقدار فیوز کدوم فیوز بیتش رو باید عوض کنیم. این اونایی که سی کاسل داره کلاک سلکت، یعنی اینا برای تنظیم اینه که با چه فرکانسی کار کنه. اینا دیگه این چهار تا. حالا اگر بخوام واضحم بهتون بگم عدد 1, 2, 3, 4 این عدد هست. یعنی سی کاسل اگه اینجوری باشه 0, 0, 0, 1 این میشه یه مگه داخلی. اگه باشه 0, 0, 1, 0 دو مگه داخلی میشه. اگه باشه 0, 0, 1, 1 4 مگه داخلیه. و اگر 0, 1, 0, 0 باشه میشه 8 مگه داخلی. یعنی سی کاسل 2 بعد 1 باشه فقط. که اینجا مگه ببینی سی کاسل 2 چیه؟ فقط این 1ه. بقیهشون 0ه. خب اینجوری میشه اینو فهمید. حالا فیوز بیت های مهمش فعلا همین سی کاسل هست دیگه. اینم میتونید بزنید بره جی تگ اینیبل. خب البته 1ه، 0 نباید باشه. اگه 0 باشه 4 تا از پایه های میکرو کنترلر که مربوط به جی تگ کار میافته. حالا فعلا فیوز بیت ها رو میترسم خرابکاری بکنه. من اولا ای وی آر کار میکردم بلد نبودم که تنظیم درسته اینا چیه. بعد ای وی آر رو میزدم ناقص میکردم کار نمیکرد. بعد فکر میکردم سوخته مینداختمش دور. اینم از این دیگه. این پروگ آی اس پی شد. اینم که خزامه شد. بعد نحوه برنامه ریزی رم که دیگه کامل توضیح دادم. پس این چند تا کار رو بعد انجام بدید به عنوان میشه کارهای عملی شما. یعنی اول دوره این الزامیه ها، یعنی پشت گوش نندازید بگی ولش کن. این که یک بار بتونید یا آی سی رو برنامه ریزی کنید حداقل ترستون میریزه دیگه. دیگه از این نمیترسید وای ای وی آر چیه، تو ذهنتون الکی بزرگ نمیشه. یه چیز ساده و روتین میاد تو ذهنتون که بعدا میخواییم مباحث رو درس بدین حداقل یه بار عملی قبلش بسته باشید که دیگه مشکل ایجاد نشه. حالا جلسه بعد دیگه وارد برنامه نویسی میشیم به امید خدا. پس تا جلسه آینده خدا نگهدار.